مسعود ترشتوال استاد دانشگاه باز و سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان با ما هستند خیلی زیاد خوش آمدید آقای درشتوال به محور میشم در گذشته هم شوراهای به های شکل گرفته بود اما شورایی که امروز شکل گرفت با اطلاف های قبلی اجتماع های احزاب و پوزیسیون های قبلی چه تفاوت داره بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون و همکاران تکنیکی اجازه بفرمایید که از اینجا بحث را آغاز بکنیم که ما با سه مشخصه میتونیم که تفاوت این شورا را با شوراهای قبلی یا ائتلاف های قبلی به بررسی و به تحلیل بگیریم نکته اول بحث اهداف شورا است شما سخندانی همه اعضای رهبری شورا را که امروز استماع کرده باشین شنیدین تأکید همه اینا بر این بود که اصلاحات بنیادین و ساختاری در سطوح مختلف تصمیم گیری کشور و در لایه های مختلف مدیریتی نظام معطوف به خدمت به مردم افغانستان و حفظ منافع ملی افغانستان و حراست از منافع و مصالح عالی مردم افغانستان باعث صورت بگیرند بنابراین در این مسئله تاکید جدیشان بر این بود که اصلاحات در صورت انجام می شود که هیچگاه نگرش تضعیف نظام سیاسی موجود یا حکومت وحدت ملی در مهراق توجه نباشه به همین دلیل بود که گزینه ها و آپشن های زیاد روی میز شورا بود و رهبران شورا و اتفاق بر این شد که در کنار این که دولت وحدت ملی و حکومت وحدت ملی وجود داره از برنامه های همه جانبه اصلاحیش باید حمایت شود و مواد مندرج در موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی باید حرمت شود و احترام شود و اون هم در اجراعات و جنبه عملیاتی و تطبیقی پیدا بکنه محور دوم بحث ترکیب این است شما در ترکیب این شورا چهره های بزرگ جهادی و متنفذین افغانستان اعضای محترم کابینه حکومت قبلی افغانستان رهبران احزاب سیاسی و همینطور طور نهادهای مدنی خانم ها و جوانان زیادی را دیدند بنابراین ترکیب این شورا نشان دهنده این است که هیچ چیز این افراد را بر محور این شورا جمع نکرده جز حراست از منافع مردم افغانستان و آوردن ثبات معقول و ثبات پایدار برای افغانستان بل. اما اینجا ام پرسش ایجاد میشه کار دوامداری که بتانه منافع و مسالی عالی مردم افغانستان را تضمین بکنه و روندهای بعدی که ارتباط به مدیریت کلان کشور میگیره او باید به درستی هدایت شود به سمت حفظ منافع ملی ثبات و بقای افغانستان اما اصرارات وجود دارد مبنی بر از که برخ چهره که به امروز در این شورا داده شد کسانی هستند که میخواهند به قدرت برگردند و از که از قدرت کنار گذاشته شدند دست به تشکیل چنین شورا زدن. حالا بفراد افرادی را که شما گفتین بگونه مثال آقای قانونی معاون رئیس جمهور بود در دوره قبلی در دوره آقای کرزی همچنان بسم الله محمدی وزیر دفاع عمر داوزی وزیر داخله بسم الله هادی ارغندوال وزیر اقتصاد صادق مدبر رئیس بداره امور و اسماعیل خان هم وزیر نجواب اینا چی دستاورد را از دوره آقای کرزی از خود به جا گذاشتن انتقال دادن به حکومت وحدت ملی افغانستان که فعلا نگران شکننده بودن عوضا و نگران از دست رفتن دستاوردها هستند در گذشته ها هم با اقتصاد درست نداشتیم فعلا هم اقتصاد ما ضعیف است در گذشته ها هم متکی به انرژی برق بودیم فعلا هم ما نیاز به با برق واردات داریم چه را از خود بر جا گذاشتن که در حال حاضر خود را حق به جانب اجازه بدید من اولین نکته را تصحیح کنم که قطعا اعضای این شورا تا جایی که ما به عنوان یک عضو کوچک می دانم برداشت میست که به دنبال باجگیری سیاسی و به دنبال تبانی با حکومت نیستند و به هیچ وجه به هدف تضعیف حکومت و براندازی نظام هم یک جمله و یک کلمه هم در هیچ یکی از جلسات و همینطور در صحبت امروزیشان هم دیده نمیشد بعض بر سر افراد نیست بعض بر سر این باشه که چی افراد و کدام فرد چی کاری کرده بعض بر سر این است که وضعیت موجود وضعیتی است که مطلوب ملت افغانستان نیست ما پرستیج و اعتبار لازمی را که در محیط بین الملل با تعهداتی که در امر مبارزه با فساد اداری و در امر آوردن حکومتداری خوب داشتیم متاسفانه ناکام هستیم شما میدانیم که در یک سالی که از حکومت وحدت ملی میگذرد دوسیه های بسیار زیاد روی میز مدیران ارشد نظام باز هست و هنوز فیصله های نهایی که در او ما خیری مملکت ببینیم مسائل ملک ببینیم به نظرم دیده نمیشه و نکته بعدی هم بر این است که سر افراد کس جمع نشده سر دیدگاه جمع شده سر اهداف جمع شده اهداف این است که مهمترین منبعی که این شورا را تشکیل داده به نظرم عدم تعهداتی بوده که مطابق توافقنامه حکومت وحدت ملی صورت نگرفته حالا بحث بر این بکنیم که چی فردی در گذشته چی کاری کرده این شورا استاد هیچگاه به دنبال حضور در ساختار قدرت سیاسی افغانستان نیست و همینطور جناب آقای قانونی که ریاست مجلس افغانستان را داشتن معاونت اولی رئیس جمهور را داشتن پس نمیان به یک چوکی وزارت که من میخوام که وزیر فلان وزارت خانه شم اما با... گفتم میشه برخی از افراد بکنم. هستن که استفاده میکنن اجازه از شخصیت های برای رسیدن این نکته را عرض بکنم که هر کسی که بخواهد که در نظام سیاسی افغانستان حضور پیدا بکنه به عنوان یک شهروند حقش است که حضور پیدا بکنه اما این نکته را توجه داشته باشین که اگر قرار بر باشه که اینا به حکومت به خاطر اینکه ما را به حکومت جای بتن اینا این کار را انجام داده باشن شما باید به درستی این نکته را به ذهن داشته باشین که تمام کسانی که اینجا آمدن بانی حکومت وحدت ملی هستند استاد سیاف آقای قانونی جناب آقای داوودزای و همینطور امیر سیب اسماعیل خان جناب آقای مدبر جمع بزرگ شخصیت هستند که هستن بزرگای که, که هنوز حکومت وحدت ملی را تشکیل کردند عرض می کردن. کنم کسانی هستند که امروز هم در جلسه تشریف نداشتند چهره های بسیار شاخص و سرشناس ملک هستند که اینها در ترکیب این شورا هستند ولی اینها خودشان بانی حکومت وحدت ملی بودند و به هیچ وجه کسی که یک حکومت به وجود میاره پس دوباره نمیان که به براندازی نظام خدای ناخاسه فکر شود اما گزارهایی که داده میشد به چی سه تا گزینه پیش روی بود سه تا گزینه, گزینه هایی بود که حتی زبان زد عام و خاص هم در محافل و مجامع میشد بحث حکومت عبوری و حکومت موقت و برگزاری و لوی جرگهی انعنوی و, و همین طور بحث انتخابات زودهنگام ولی با بررسی که صورت گرفت همه این محورها میورهایی بود که برای دفتن برای خیر ملک و برای ثبات افغانستان و برای سیانت و حراست از ارزش ها و دستاورد های گذشته مؤثر واقع نمی شد بنابراین به جهت اینکه بتوانند برای وضعیت موجود یک چاره جویی کنند و فرصتی را فراهم بکنند که جمع حکومت بتوانند آنچه که هر شهروند افغانستان آرزو دارد به اون معمول دست پیدا بکنه این شورا با این هدف و با این نیت تشکیل شده با. که به اما هشدارهایی که به حکومت میدادند که بگر گزینه های مختلف را که حکومت وحدت ملی افغانستان باید انجام بده در صورتی که انجام نته پس مردم افغانستان گزینه های مختلف نزد خود داره از یک سو این شورا در فکر براندازی نظام نیست اما سوی دیگر به حکومت هشدار میده که اگر این کارها را انجام نداد پس مردم تصمیم خواهد گرفت که در برابر حکومت چی کار را انجام بدن دید و نگرش اساسی این شورا بر این است که به هیچ نه تنها براندازی بلکه تضعیف نظام سیاسی یا حکومت وحدت ملی موجود را به خیر مرگ و به خیر افغانستان نمیدانند ولی شما میدانید که مبتنی بر اقلانیت سیاسی موجودیت یک اپوزیسیون با برنامه توانمند و مقتدر که بتوانه از کجروی ها و انحراف در ساختار قدرت جلوگیری بکنه و از تمرکز قدرت از انحصارگری جلوگیری بکنه و بتوانه بخشی از برنامه‌هایی که در راستای منافع ملی کشور حرکت نمیکنه و هدایت نمی میشه مهار بکنه این یک ضرورت بنیادین و اساسی حکومت ها میتونه باشه اما اگر حکومت وحدت ملی توجه نکرد به خواستا پیشنهادات و طرحایی که این شورا به حکومت وحدت ملی افغانستان میدهد و حکومت وحدت ملی افغانستان توجه نمیکنه فکر میکنید که واکنش این شورا چی خواهد بود هیچ گزینه سخت افزاری از نظر این شورا وجود نداره تمام گزینه ها و آپشن هایی که وجود داره گزینه های نرم افزاری است توجه میشه به خواست مردم توجه میشه به مباحث مدنی توجه میشه به آنچه که معقولیت و مشروعیت داره به هیچ وجه هیچ گزینه سخت افزاری روی میز هیچ فرد و هیچ جمعی از این مجموعه که در شورا هستند وجود نداره گزینه نرم افزاری چی بوده میتونه گزینه نرم افزاری انتقاد میتونه داشتن ارائه برنامه, قوی و معقول برای اصلاحات میتونه باشه و از همه مهمتر اینکه مهمترین برنامه همیز که باید مدیران ارشد کشور توجه نشان را معطوف بکنند به مواد موافقت حکومت وحدت ملی بحث اصلاحات در نظام انتخاباتی بحث برگزاری لویجرگه قانونی اساسی همین حالا تا ماه سنبله فرصتی که در متن توافق نامه آمده به پایان میرسه ولی شما هیچ بحثی را در, در مورد برگزاری لویجرگه قانونی اساسی نمیبینین اینها از مباحث جدی و بنیادی است که بنا به امضای چهره ها و هر دو شخصیتی که در دو رأس حکومت وحدت ملی حضور دارند متعهد بودند بنا به خواست ملت افغانستان و شورا به نمایندگی از ملت افغانستان این است که به همون تعهداتی که خودشان متعهد شدند و این شورا که خودشان بانی حکومت وحدت ملی بودند برای عبور افغانستان از یک مرحله به یک وضعیت مطلوب و برای نجات افغانستان و حکومت را ساختند این حکومت به تعهداتی که بتونه منافع ملت تامین بکنه با باید عمل بکن هیچ نوع گزینه سخت رو روی میز نیست فقط گزینه ها های مدنی و نرم افزاری شورای حراست و ثبات افغانستان با ما بوده.